فکر کنم تمام پرنده هاست، اگر حیوانات است وفادار و بی وفا داره، مثل که انسان وفادار و بی وفا می باشه. این در مجموع کل کفتر را فرض میکنم 40 کفتر سودا میکنی، فکر نکنم 40 کفتر دوباره به خانه خود ببرد. از یک پنج نانه نهایتا 10 کفترش می، البته داخل مشاعر اگه باشه. تور این تیار مانده گیست مثال کفتر عریف که میشینه باز تور را میگیری یعنی مثال بازم 3-4 دانه را میگیری میگه 3-4 تا افگار نشه افگار نشه. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، السلام علیکم وطندارای خوبم، امیدوارستم خوب و جور و صحتمند و سرحال باشیم. خب امروز که کجا آمدیم کجا میرم این چیز براتون نمیگم، روزی میکنم که در گزارش مرا همراهی بکنین. مهمان یک هموطن ما هستیم، اما که چی میکنیم و کجا میریم این را براتون نمیگم، پس همراهی ما بکنید که من کجا میرم امروز و کجا دعوت هستم و بخاطر چی مهمان هستم. این را که خیلی همون تو قید است از زمان قدیم خانه که همون تو ساخته شده مانده، واقعا خیلی برام جالب است. خب دوستان عزیز، ما به منزل 3 بالا شدیم، کمی که مانده هم شدم و این منزل آخر است که به خیر رسیدم. به به 3 منزل یا 4 منزل است که بالا شدیم اینجا. و نام خدا چی کبوترهای مقبول، زیبا و دوست داشتنی. حتما فهمیدید که ما کجا میمان آمدیم، به خاطر چی میمان آمدیم. امروز دیگه دوست داریم یک گزارش خیلی خوب از دنیای کبوترها براتون داشته باشم. شما که علاقه‌مند هستین، دوست دارین کبوترها بخوان نگاه میکنین، معلومات خوبتر بهتر در مورد کبوترها من براتون میگیرم. امروز من مهمان عبید جان هستم و آل میرم که به اونو قصه میکنم، صحبت میکنم در مورد کبوترها که نگهداری میکنن، چه زمانی است و چه نوع کبوترها دارن. دوستان بیا که بریم امروی عبید جان معرفی شم، یک مهمان دیگه هم اینجا هست، با اونم کمی صحبت میکنیم. السلام علیکم. سلام، خوب هستین؟ صحتتون خوب؟ بخیر هستین؟ شما خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ بخیر هستین جان تونجو؟ نام خدا، نام خدا. با واقعیت هم که روز من مهمان کردین شما، خب اصلا نیاز به این نبود که قدر میوه و وسایل آماده بکنین، امی که دیدن خودتون آمدین برای ما همه چیز است. خوب است عبید جان، کمی که او پیش کفتر نزدیک بشینیم، افتم باری ما بزنه تصویرم خوبتر میره. خوب است؟ خوب است. خیب چوکه خواهد گرفته دو طرف میریم. آها آها این قسم علاقل دوستان کبوترها را ببینن باز خیلی خوبتر میاد. بفرمایید سمت طرف شما بفرمایید. خب خیلی شما اینجا بین حال خوب شد نی؟ باز خیلی از میوره نزدیک میکنیم. هزوی برنده ما دیگه جای خدا آماده کردیم، گفتیم باش که نمای کفتارام در کامرا بیا خوبتر است. خوب است که یک بار دیگه هم با شما معرفی شیم، دوستان در مورتون کم بیشتر بفهمند. بسم الله الرحمن الرحیم، عبیدالله صمدی هستم، یکی از علاقمند در کبوتر. خب بسیار عبیدالله جان، با شما نام بسم الله الرحمن الرحیم، اسم محمد شفیع عزیزی است، معلم هستم در لیسه باختر. و چطور که امروز در شما را پیدا کردیم گیرتون کردیم؟ ما والا و جان از ما برادر ماست، بچه کوکای ماست، ما گاهی وقت پیش و به جان میاییم چون علاقمند کبوتر ما هم هستم. باز... اما علاقمند هستی که پیداتون کرده ایم اینجا. گپ خوبی است، منطور ما گاهی وقت پیش و به جان هر وقت دخانک بره به اصطلاح دقیق میارم، باز پیش و به جان میاییم پیش کبوتر را کاش ادخ میشینیم صحبت کردیم. خب بسیار خیلی خوشحال هستیم که شما رو امروز در جمع خود داریم. عبید بیا در جدا از اینکه علاقمند کبوترها هستین، وظیفه و کار بارتون چی است؟ بغیر از این کفتر شغل پیشه ما موتر فروشی است، راهنما داریم. خب موتر فروشی است. بین خوب است که از موتر ها کم قصه بکنیم، چطور است قیمت ها بالا رفته با این مانده؟ میگن خیلی ارزان شده. بسیار ارزان شده قیمت های موتر پایان آمده. بله عبید جان،
قسمی که دیده میشه نام خدا کبوترهای خیلی مقبول یا کفتر بگیم ساده تر؟ بله کفتر یا کبوتر هر دوش یکی است. بیامون کفتر امتو عامیانه میگیم. خوب است نفسد محترم. خب چقدر وقت میشه که علاقه من بهی شدین و کبوترها رو نگهداری میکنین پیشتان است؟ از ما کفتر خود از گفته اون تو میراث ماندگی است از قبلا از بابا و پدر و برادر و با ما کفتر خانه ما به کفتر نبوده کفتر هسته میشه. بابا جان باز چطور که شما علاقه مند چین یازم و از طفلیت علاقه مندی بود؟ والا از خورترکی کفتر علاقه مندش بودم میرفتم پیش کفتر خدا به پدر هم کفتر داشت میشتم سایرش میکدم و علاقه مند میکفتر شم شوقی از داخل خانه است و جز از خود دیگه کسی نیست. کفتر بسیار خوب چیز است اگر به حساب بویی خود از یک دوا است به تکلیف های روحی اعصاب کفتر یک دوا است. اما تو از زبان مردم زیاد شنیدیم این کبوترا که سر کدامش نام داره و جالبتر برام است که خیلی نامای مقبول خیلی نامای متفاوت داره. میشه که یک چند نام از کبوترا بر ما بگی؟ یک نامش هم تو شنیدیم به نام سیاپتین میگن. کفتر خود طبعا بسیار نامو دارد دیگر نام بسیار زیاد سیاپتین هست، سیاپتین سرگل هست، شیرازی هست، مشکیدم سفید هست، سوزپتین هست، گورپتین هست، سوزگوسر هست، آشگوسر هست، زردگوسر هست، هر چقدر نام نامش بیشتر هست، کفتر نام داره دیگر. باز نظر به نامشان دیگر کدامش فرق میکنه کار و کردارشان؟ جنسیتش فرق میکنه، بله جنسیتش فرق میکنه، مثلا پتین یک جنس هست، سازگوسر یک جنس است، مثلا سیاه کامره دیگه جنس است، اما رنگ و یایش هم فرق تیپش فرق میکنه کنش. باز قیمت ترین کبوتر یا کفتر تا نوز خریده یا خرید فروش شده جای دیده باشین تا چند بوده؟ چند میخرن میفروشن؟ دانه است یا جوره میباشن؟ دانه است، خب بلندترین کفتر خود تا یک لرپا خریدن که یک ذره کمیاب است کوره میاد بنا دو چپ میگن که دو چپ میگن که یک سونی سرخ میباشه و یک سونی زرد میباشه یک ذره کمیاب است. یک لک افغانی بله یک بله کبوتر به نام دوچپ گفتیم. آه دوچپ بله. باز دو چی کمال داره دوچپ؟ کمالشون هموست که دیگه نابغه و بگویم اونمو یک طرفش که زرد گفتم یک طرفش سرخ که میباشه بسیار کمیاب است نیست دیگه از هزار کفتر اگه یک تا کفتر قصی برایه دوم خاطر است که قیمتش بالا قیمتش بالا است. باز اگه هم دوست هستن که کبوترا را دوره میتن چی میگن جنگ میتن دوره میتن چه قسم یک قصه داره؟ آه بله کفتر بازی هم از یک موسوم خود داره گفته اون تا از اول سنبلا شروع میشه گفته اون تا مثل یک سپردوی تمرینات داده میشه و بعد هوا سرد میشه خیلی بازی و میشگت میشه که کفترهای مثال همسایه و گرده پیش یا حریف میگه مثال گرد میشه برد باخت میکنن میگیرن و میبازن ولی او کفتر جدا است. با این کفترهایی که نگاه داشت که از این کفترهای جدا است گفته آن تا که اعلام میکنی دقیقه پیش میشینی و چای میخوری و این مستی و چکچکش فقط خوشت میه. خب خیلی کفترهای جنگی دیگه دیگه کبوتر هست از این همه هست من تا فرق میکنم باز بله. شما نگفتین که چطور از در خانه نگهداری میکنین دارین ندارین علاقه مند خواستین دوست دارین؟ قبلا دوست عزیز داشتم کبوتر کمی دیش باز که مدت زمان شده که به اصطلاح گم کردیم کفتره حالا هر وقت هوای کفتره که دستر میزن باز پیش دوستم میایم یه دقیقه خاطرهای گذشته را زنده میکنیم. اما تو قصه در زمان سابق شد میگن که در قبلا سابقا میگن کبوترا که بود پیام میبردن نامه میبردن امی قصه چقدر واقعیت داره یا چه قسم تربیه میکردن؟ خب پیام بردنش کدام گپ دیگه نداره به نظر من. فرض میکنیم کفتر اینیزی گذار حیات میبرین دروازه برخ کفتره در پایش یک چیزی را که بسته کده چون کفتر در اینجا بود و باش شده کونه منطقه است از اوجه که در پایش یک چیزی را بسته بکنی ایلایش کنی پس دوباره جز گذر حیات دیگه جای نمیره. یعنی پیامش یعنی میجا میرستن اونطور نیست که تربیهش به این باشه که ما فرض میکنیم در پایزی یک چیزی را بسته بکنیم بگیم برو تو شیرآباد ببر برو دروازه برق ببر برو کارت سول ببر اینطور کرده نمیتونه کفتر. یک فیلم بود من در فیلم دیده بودم تو پیام بر دختر میره باز دختر به بچه فیلم میره در ذهن ما آمد اینه. خب ما شما میفهمیم اون کبوترهایی که در فیلم ها ازش استفاده میکنن اون کبوترها کبوترهای پریشی نیست او را همزمان که پرتی او نهایتا 5 متر 10 متر رو که بسیار ارتفاع بلند برش کلاش کنی در منطقه میره او به نام کاسدوم میگن او کفتره او پریده زیادتر نمیتونه او زیادتر همراه انسان ها مایل است چون پریده نمیتونه. این کفترها که هست باز کفترهای شهر است که اینقدر موقعی میته که بری از دست بگیریش برش نام روان کنی. بله بله
تو چند نوع کفتر من خودم دیدم، یکی که دسترشون تاج می باشه، بعضی پایشون موی پر می باشه، که یک قسمی است که سینشون خیلی کلام می باشه، و یک چیز جالب‌تر از این که یک نوع کبوتر است یا کفتر بگم در آسمان ملاق میزنه. از او دارین؟ او نه، او به جان خونه دارن، از او اونقدر ارزش مادی بالا نداره، او را بسیار کم استثناء است کدام دوستای ما نگاه میکنن. شوقی از هر کس علاقمند خودش است. شخصا خودم خیلی زیاد دوست دارم کبوتر، یک دوست ملاق میزنه. او ملاقی است، او میشه بازور ملاق، خیلی ملاق میزنه. این کفتر یک نواخت دوره میکنه و دور میره، او ملاقی دور نمیره، فقط هم جا به جای ملاق زده بلند میشه و پس دوباره پایان میشه. و به جان خسته و مانده نشته باشه، کم میوه نخوریم؟ نوش جان کنیم، بله بخوریم. خب استاد محترم شما میگیریم میگیریم. خب دوست عزیز، ما یک کمی که از میوه نوش جان میکنیم، باز من حتما کبوتر رو در بسه باز میکنم، کمی که از نزدیک ببینیم، یکم تو رو میگیرم و در موردش معلومات بیشتر میگیرم. خیلی واقعا مقبول دوست داشتن. قسمی که بجان گفت این که در کنار کبوترا بشین طبیعت خیلی تغییر میکنه، اما تو دلشاد میشه آدم. درست واقعا گفته دوست ما بجان که روسیه من سن اگر خود طبعا در افغانستان خو هیچ وقت ما شما تر کسی نیست که تشویش نداشته باشه و یک فکر نارام نداشته باشه. واقعا میگه بجان ما بعض وقت کمک نارام که میباشیم باز پیش بجان زیاتر وقت که نارام میباشیم می اینی می خود آدم راحت میسازه، به خصوص می غمبر زدن و قرتم زدن از این بیخی به اصطلاح آمینانه ما شما بگیم زنگ دل میکنه، زنگ دل با مو حساب واسه می آدم از درک فکر او آدم دیگه میشه. و در هر گوشه و کنار افغانستان وطن داره ما، مثلا کسی کبوتر نگاه میکنه، کسی کاوک داره، کسی سایره و کسی بودنه، و بالاخره به این ترتیب هر کس هر چیزی که دوست داره علاقمند شه تا خانه نگهداری میکنه. حتی بعض وقت دکتر صاحبه بزرگوار توصیه میکنن به ارتباط تکلیف های به اصطلاح و جان که شریعت کرد روانی و افسردگی و گپا، حتی تکلیف های به اصطلاح عامیانه ما شما توبرکلوز سل هم تداویش دکتر توصیه میکنه، این باشه خیلی خوب است، چون همی غمبور از این که هست اما یک قسم استرس و داخلی انسان گم میکنه. خب قبل از اینکه میوه بخوریم یک سوال دیگه باش که از آبادجان پرسان کنم، چطور است از گوشت از یه میشه آدم استفاده کنه بخوره؟ بله ها، چطور گوشت کفتر بسیار گرم است، برای دردای پای و کمر، برای شخ ماندگی ها، برای فلج طبعا دوا میباشه. ای کاش میشدیم چاش در کفتر پلاو میخوردیم. میشه چرا نی؟ گفت نداره. خب بی وقت هم میم کاش که وقتا خبرتان میگیدیم. مشکل نداره، دفتن جور میشه کلام گفت نیست. یا اون کفتره که باز خورده میشه دیگه یا نیست؟ یا دیگه دل آدم بر از یا میسوزه؟ اون کفتره که خورده میشه باز دو جدا است. با کس شوقمند کفتر که باشه اصلا درش نمیشه که بکشه. من گفتم چطور دل آدم کش میگیره که کفتر کار آدم بخونه؟ بله اصلا نه، اصلا یا در بازار میشه که آدم اموجه بگیره و سر دیگه نفر بکشه و پاک کده بیاده خانه بخونه. کفترهای دشتی هم هسته؟ آه کفترهای کوهی هست بوده تا اونم کفترها بسیار گفته مزه خاص دارم، کوهی کفترهای کوهی سو سو هسته، اونم بسیار برای خوردن لذت داره. پس که میام نوش جان میکنیم باز حتما میریم پیش کبوترها، کبوترها را باز میکنیم، بیشتر قصه میکنیم. خوب که پس خوب بفرمایید. از اوی بیننده جایتون خالی میوه نوش جان کردیم. در مورد می شیرین دانه گفتن که می امروی عریفو که اگه وقت کبوترهایتون میره گد میشه، باز میگن شیرین دانه برش میتن که دوباره مو کبوتری که میگیرین پس پیش صاحبش نریم، چطور قصه است؟ خود طبعا دانه شیرین هست تا گندم کده مثلا بعضی ها کده گر یا کده برا جوش میتن و را به نام دانه شیرین میگن. وقت کفتر مثال میشینه او بازو که پرتی و دانه شیرین میخوره اما دانه به یادش میباشه. اگر پس ایانان ببر کفتره یک باز که مثال کفتر گد میشه باز اونم بیادش هست که همونجا از دانه شیرین مخورده بودم، باز اونجا میشینه و کفتر. باز همین کفتر خود دارم تو گاهی وقتا دانه شیرین میتینی که همیشه وقت پیشتان باشن وفادار باشن؟ خب دانه شیرین اصلا برای کفتر سعیدی میباشه. خب باز اگر وقت کفتر که بسیار دور میره گد میشه با میت طبعا دانه شیرین میتونم. ما هم تک قصه هم شنیدیم باش کن از استاد محترم پرسان بکنم، همین کفتر که آدم نگهداری بکنه 5 ماه 6 ماه یک سال میگن زمانی که ای را یک کس یک جای بفروشن که از ببره هر قدر دیر بود که باشه دوباره پس به مخانه صاحبش میایه و راش هم گم نمیکنه. بله یا دقیق از جانم، بعض وقت اینه مطور تماما فکر کنم تماما پرنده هاست، اگر حیوانات است وفادار و بی وفا داره، مثل که انسان وفادار و بی وفا میباشه.
این در مجموع کل کفتر را فرض میکنم 40 کفتر سودا میکنی، فکر نکنم 40 کفتر دوباره به خانه خود ببرد. از یک پنج نانه نهایتا 10 کفترش میه، البته داخل مشاعر اگه باشه دیگه، کل از او نمیه با خبری میکنه. کسایی که کفتر را میخره پول میته کفتر میبره، فکر نکنم دفتن باره ایلاوش بکنه که بخیزه باره خانه سایش. خب اگر دانش این خورده باشه شما از بازار بخرین بیارین یک چند روز نگاه کنین باز پس برای چطور نگهداری میکنین؟ چه قسم باید برای مختم میکنین که خانه اصلیش همیه دیگه دو طرف نره باید؟ بعض دوستا خب نگهداری زی طریقه های مختلف داره. یک کسی هستن ما چیز رو به نام کاوک میگیم، کاوک میتن اگه مادر یک همراهش جوره میکنن و کفتر دلگرم میشه در خانه میمونه. یک کسی هست به اصطلاح خلاقیتش در دانش هست، دانش کم میکنه چون کفتر بجز از دانه هیچ چیز یادش نمیمونه. تو یک مدت زمان رو کفتر در اوج که عادت کرد باز دانش بلند میکنه و کفتر دوباره خانه صاحبش نمیره دیگه، جای نمیره. بله خوب است. من چکر داخل می کفتر خانه شدم امروشون کمی قصه بکنم، میگم دانش بگیرم بر دوستان شما بتیم ببینیم چقدر مقبول است، چه رنگای زیبا داره. خوب گفت. خوب است. خوب است. به خاطر که باز از پیش ما گله نگونن پیشان آمده. گفت خوب است. خوب است. دوست عزیز من داخل می کفتر خانه میشم یک دونه مقبولش هم میگیرم. باز حتما در مورد براتون پرسان میکنم که نامش چی است و در مورد سن سالشون یکم عادت های دیگه شون براتون قصه میکنم. خب من اصلا در طرف داخل شما میشه دیگه ان شاء الله. خب از کبوترای نیستن که دندان بکنم رو لغت بزنم. از دندان رو لغت نیستی. خب خوب است. راستی باش یک سوال دیگه از این اومد. این کبوترها رو بین خودم جنگ میکنن؟ بله بله جنگ میکنن. جنگ میکنن. مسابقه خو نمیتین شانه؟ نه مسابقه نمیتین. جنگشون نمیتین. جنگ است که به خاطر جای خود بعد وقت جنگ میکنن. دیگه مسابقه ما است که گفتین که گرفتن اکا میکنن و دوره داسمان دوره میکنن. گرفتن اکا میکنن. بله خوب است. من یک داخل شوم. آها آها نام خدا چه خوب رنگای مقبول داره. سلام علیکم. خوب هستین؟ امروز میمانتون آمدیم. نام خدا پرسان نکردم که چی تعداد مقصد زیاد هستن و اونو طرف و خانه یکش که دو طرف هست و جایی هست که تخم گذاری میکنن و چوچه میمانن و این طرف کسای هستن که تا انوز دیگر تخم و چوچه ندارن. مقبول است. بیادیگه دستی میشه بچه نمخواه. خیلی مقبول، خیلی دوست داشتنی. چه خوب رنگای دوست داشتنی دارن. باش که حالا من کبوترکوها را بیرون میکشم کمی که برشان دانه میتونم که دانه بخورن. چه خوب مقبول دانه میخورن و باز اگر دلشان شد باز یک دولن برشان میتونم یک چکر بزنن و آسمان مزار شریف. در مورد جفتگیریش نگفتین که چگونه جفتگیری میکنی یا خود به خود امرای خود جور میکنی؟ چه قسم قصه است؟ نه خیر نه ما نسل چه کده؟ ما نسلش گت میکنیم با دود و کابکا در ماده مندازیم جوره میکنیم با نسل گیری میکنیم ازش. بس در چه وقتی یا بین هم جور میاین؟ یک شب یا دو شب که جور میاین جوره میشن در حدود یک هفته تخم گذاری میکنن. یک هفته تخم گذاری بس چه وقت تخمشان باد میشه چه چش میکنن؟ 18 الی 20 روز. بله چی خودم میکشم. خب بعضی هاش دیدم که بالاشون بسته است، اونو تازه آوردین یا که بلا مشکل دارن؟ نو هسته، نو که میاری بالاش بسته میباشه قرار نکنه. بله تا که اینجا عادت کنن آموختش با اعلام میکنیم بابا و قسم میپره خودشان سجیست. گفتین که در داخل صندوق اگه بنام چی هست؟ کابک گفتین؟ کابک بله کابک داخل اونمو نر و مادر مندازیم جوره میکنیم و جوره میشه بود تخم گذاری میکنه. حالم داخل از است؟ بله کفتر است. دوست عزیز ایره به نام کابه میگن. هم تو گفته نیو باید جان دیگه دیجا یک جوره نر و مادر داخل کردن آه این هردوشون قرار ششتن قصه دارن. برسته کنیم.
هفتین یک روز میباشد؟ بله نمون نر ماده یک شب رو یک روز انداختن و خیرن جوره شده دیگه بریدن خودشان. خب برش که کبوترها پرید یک تصویر از کبوترها که دوره کردن بگیریم. یه باز چند دوره میزن نوبت جان؟ والا چقدر بگویی خود دوره که پریدن خودشان دوره میکنه دیگه. باز تو کدام عکس العمل هم میکنی که دورتر برن نشینن چه قسم؟ باز چوری می تور است و تور میزنی گفته اگه تو با کفتر دور میره دیگه. بله ها. خب ما چوری را گرفته باش کمروی باید جان کمی که امروز کفتر بازی بکنیم. خب باید چی کار بکنیم که کفتر رو دوره کنن نشینه؟ شما بتونی را شروع کنیم؟ اینه بله آه یا دوره میکنم؟ اینه دوره میکنم میبینیم؟ خب بسیار خوب بسیار خوب میبینم چیز جایی را که دید بازیم اینه چپا کدید خب باز زمانه که کفتر گیرکان میکنیم چی کار میکنیم که باید در جمع خیلی دیگه بره؟ خب بازو خواهد کفتر مقابل مثال یک دوست یک خیلی کفتر میباشه میپارین اوستو میره گد میشه کفتر باز گد شد با خودش پس میاید با یک چیز بنام پتکی میگن که اونجا مندازی بازو کفتر میشینه پتکی میتین بله باز دانه مندازین آه بله دانه مندازین بایدیان چه قسم میخواین که کفتر به صاحب تور بزنید؟ چه قسم آمادگی میگیرن برش؟ تور این تیار ماندگی است. مثلا کفتر عریف که میشینه باز تور رو میگیرین یعنی مثلا باز سی چهار دانه رو میگیرین دیگه؟ سی چهار تا افگار نشه افگار نشه دیگه هم طریقی تور زدن است. بله یعنی قسم گرفتمش. خب بسیار خوب یه باز بعد از اینکه تور زدین باز بالاش بسته میکنین؟ بله ها. باز چه وقت پیش خود نگاه میکنین؟ باز ما نگاه نمیکنیم که هفته که سعیدی میکنیم. خب بله بنام سعیدی میگن گم میکنن که باز شون پس خانهش میره اگه ایلا کنیم اگر دانه شیر نمیتین میره؟ آه خب میره دیگه باز که نگاه نمیشه چون دو خانه اینجا دو خانه ای میشه باز دیگه. ای بنام چی هست؟ ای ساوس کامره. ساوس کامره؟ بله ساوس کامره. قیمت چند باشه؟ 1500 بله. و امی موضوعی که چطور بفهمیم ای کبوتر نر است یا ماده است چه قسم میفهمین؟ کبوتر نر کس از سر کلا فهمیده میشم سرش مثلا اینی سعی کنیم سرش تو کلان میباشه و نول ماده است نازک است دراز است آلی نر است میبینین نه نول کوتاه هم داره سرش سر کلان است باز یکم رفیقای ما که بودن کفتر باز خوندن اصلا کمک نگاه میکنم میفتن کفتر که قسم سرچپه بان اگر خودش دوباره پس ملا خورد نرس اگر نه باز ماده و چطور نه او گپا خب قدر چیز ندارد بعض کفتر چیز هم تو میگیری سرچپه جنوار بارش پسر بارش رو خود نمیتونه دیگه چون که دو بالی حرکت میکنه هنه باز کفتر رو دوره کرده رایستن مانده نشن بازو بزیانی ها نه وقت هم هسته نه مانده نمیشن یا هوا سرد و قنقص نمیشن هوا سرد باشه هر چقدر که دوره کنه خوششون میه پریدن خوش کفتر میه باز اگه هوا گرم باشه باز نمیپاره دیگه اگه دست دست که پرید باز خدا منداده که سر بوم میشینه گرمی میکنن و در این قسمت این کفتر هست که چوچه دادن تو خون دادن این کفتر هایی که چوچه گیری خانچی با جدا میباشن جدا میباشن دوستو عزیز واقعا خیلی دوست داشتنی در قدر دیدی جا باشی در خسته و دلگیر نمیشه در کنار کفتر یا کبوتر ها بگم باشی و باید بیادر یک جان سپاسی که امروز ما را دعوت کردی میمان ما کردین کمی که در مورد کبوتر ها برای ما گفتیم واقعا خیلی برای ما خوش گذشت ببین چقدر اس خوب برای آدم میتایی بله خوش آمده بسیار زیاد آنی کفتر اکا هست دیگر علاقه مندش کسایی که شوقی باشه ببینه خوش خواهد شدن انشاءالله خوب باید جان الکنومی برای ما سواد میتین خواسته باشه نوان و سیاه پتنگ سرکل اما ارزانشه اما کفتر مقبول هم هست برتون گفتین سیاه پتنگ سیاه پتنگ سرکل هست
اما زیاد زیاد نامی که ما شنیدیم به نام سیاه‌پتنگ است. سیاه‌پتنگ سرگل است بله. سیاه‌پتنگ مشکی شیرازی هم بسیار چه دسته اینه که زر شیرازی است مثلا این سفید بله دیگه کفتر مردم خوش میکنن مرد زیادتر زیادتر کدام کبوتر طرفدار زیاد داره زیادتر مردم خوش میکنن همین سیاه‌پتنگ سرگل و مشکی و شیرازی را زیاد خوش میکنن شیرازی است بله. خزن برام یک جوره بده که برای که باغا صاحب هزار دفعه چرا آقا چرا بخیر و سلامت باشین شوخی میکنم همیشه وقت شاد موفق باشین و با می کبوترا و کفترا ساعتتون تیر باشه وقت خوب خوش برات آرزو میکنم خوش آمدین و... بسیار زیاد خوش آمدین از کفترا دیدن کردین دیگه شوقدار از شوقش تازه کردین بله بله سلامت باشین استاد محترم میشه که در جمع بین تو باز سمت یک جا با دوستا خداحافظی بکنیم واقعا خیلی خوش گذشتی که امروز کنارتون اومدیم کمی در مورد کفترها صحبت کردیم و قصه کردیم یک جان سپاس از شما که امروز در جمع ما بودین خوش آمدیم خوش آمدیم به خاطر که دوام بابای جان ما بودیم شما دوستان اومدیم خدا کنه وقتتون خوش گذشت باشه خیلی خوش گذشت بسیار خوش گذشت بابای جان شوقی از کبوترکای چیز ناچیز بابای جان ما لذت برده باشن ببرن ان شاء الله سلام دوستان دوستای گزارش ما از دنیای کبوترا و امروز مهمان عبید جان بنام همچنان استاد محترم در کنار ما بودن تا روز بعد گزارش بعد علیکتونه و خداوند پاک امرت میگذارم شاد و موفق پیروز باشین و هر گوشه و کناری که هستین سبز و خرم و آباد باشین خب فراموشم نشه باش که یک چند قطعه عکس یادگیریم روی عبید جان و استاد محترم داشته باشیم خوب است بسیار خوب است خب کدام طرف بگیم که کبوترا در جمع ما بیاین از این قسمت بگیریم آقا صاحب یک دو خط عکس تو جانانه و عاشقانه و دوستانه به افتخار می کفتار مقبول ما